بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دخترای صفای 11 درس دوم از درس دین و زندگی رو خدمتتون توضیح میدم. درس دوم محتواش تداوم هدایته. هدف کلی درس در واقع علت فرستادن پیامبران متعدد و اینکه چرا خداوند پیامبران متعدد رو برای هدایت انسان‌ها فرستاده و اینکه آیا همه انسان‌ها باید یک دین داشته باشن یا چند دین. اگر یادتون باشه تو درس قبل ما در مورد نحوه هدایت انسان از طرف خداوند صحبت کردیم که خداوند عقل و اختیار در وجود انسان قرار داد و یک نیروی کمکی از بیرون به نام پیامبران رو برای هدایت بشر فرستاد و این کار خداوند در از با لطف و رحمت الهی و به خاطر لطف و رحمتیه که نسبت به انسان‌ها داشته که انسان‌ها رو در مسیر زندگیشون تنها نذاشته و اون چی که برای هدایتش در مسیر درست یا در صراط اصلی که همون صراط مستقیم و صراط راه خوشبختی هست اون راه هدایت رو در اختیار انسان‌ها قرار داد. پس سوال این درس اینه که آیا خداوند یک دین و یک راه رو برای ما فرستاده یا راه‌های متعدد رو برای هدایت انسان‌ها فرستاده. تو تدبر در آیات اگر دقت بکنید چند تا ترجمه از آیات مختلف قرآن برای شما آورده که در ترجمه اول خداوند می‌فرماید که از دین همون رو برای شما قرار داد که به نوح سفارش کرد، به ابراهیم، موسی و عیسی. البته میدونیم که تعداد پیامبرانی که خداوند برای هدایت بشر قرار داده 124,000 که ما فقط یه تعداد کمی رو از اینها رو میشناسیم و یه تعداد کمی هم فقط اسمشون در قرآن اومده که آیه اول نشون میده که حرفی رو که خداوند یا پیامی رو که خداوند به نوح گفته که مردم ابلاغ کنه محتواش همون چیزیه که از ابراهیم خواسته، از حضرت موسی و حضرت عیسی و همه پیامبران دیگه خواسته. آیه دوم میگه دین از نظر خداوند دین اسلامه، یعنی اون محتوای کلی که خداوند برای هدایت همه انسان‌ها فرستاده مشخص همون چیزیه که ازش تعبیر به اسلام میشه که در ادامه درس داریم که اسلام به معنای تسلیم بودن امر خداوند هست. اما غیر مستقیم یه اشاره‌ای هم به این کرده که ما چرا دین‌های مختلف داریم، به خاطر اینکه ادامه آیه را اگر نگاه کنید علت این که دین‌های متعدد وجود داره به خاطر مخالفت، به خاطر حسادت و حسودی بود که یه سری افرادی داشتن و باعث شد که دین‌های متعدد در بین مردم رواج پیدا بکنه. از این آیات و ترجمه این آیاتی که از شما توی این قسمت اول درس آورده یه سری سوالاتی رو از شما پرسیده که خداوند از پیامبران میخواد که در دین خدا تفرقه نکنن و دین مورد قبول خدا هم همون دین اسلامه که گفتیم معنی اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر امر و دستور خداست. و حضرت ابراهیم هم که ما مسلمون ها در واقع دینمون به حضرت ابراهیم برمیگرده، حضرت ابراهیم رو علمای یهود و مسیحی ها در زمان خودشون به خودشون نسبت میدادن. یهودی ها میگفتن ابراهیم یهودیه، مسیحی ها میگفتن ابراهیم مسیحیه، که خداوند در این آیه آب پاکی رو دست همه شون میریزه، میگه که حضرت ابراهیم نه یهودیه نه مسیحیه، بلکه آیین اسلام و یکتاپرستی رو داشته.
اما همچنان که الان توضیح دادم، دین از نظر لغوی به معنای راه و روشه. دین اسلام راه و روشیه که از طرف خداوند برای انسانها فرستاده شده و خداوند این راه و روش یا اصطلاحاً دین رو به همه پیامبران خودش فرمان داده و از همه پیامبران خودش خواسته که همین یک راه و روش رو در بین مردم زمان خودشون تبلیغ بکنن و پیامبران هم حق ندارن که در محتوای این دین راه اختلاف، تفرقه و مخالفتی رو در پیش داشته باشن، که البته هیچ پیامبری از دستور خداوند سرپیچی و نافرمانی نداشته. خب چرا فقط خدا یک دین برای هدایت بشر فرستاده؟ اگر این یک دین رو فرستاده، چرا پیامبران متعدد فرستاده؟ و سوال بعدی هم که چرا پیامبر بعد از پیامبر ما که آخرین پیامبره قرار پیامبر جدیدی نیاد؟ اما اینکه چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده؟ فطرت مشترک منشأ دین واحده. تیتر این قسمت رو دقت بکنید. پس منشأ دین واحد در اصل فطرت مشترکیه که خداوند در وجود انسان یا در نهاد بشر قرار داده. فطرت به معنای نوع خاص آفرینشه. معنی لغت فطرت نوع خاص آفرینشه. وقتی میگیم فطرت یعنی آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده. دقت بکنید، فطرت ما اگر آتون باشه، ما سال گذشته ابعاد وجودی انسان رو گفتیم. انسان، هر انسانی دارای دو بعد جسمی و روحی بود، در پایه دهم خوندید. فطرت مربوط میشه به بعد روحی وجود انسان و این بعد روحی وجود انسان یه سری اشتراکات و ویژگی های خاصی رو در بین همه انسان ها داره. از جمله هر انسانی قدرت تفکر و اختیار داره، همه انسان ها فضیلت اخلاقی، فضایل یعنی خوبی های اخلاقی، برعکسش رذایل اخلاقیه. فضیلت اخلاقی، همه انسان ها عدالت خواهی، خیر خواهی، نیکی، خوبی ها رو دوست دارن. همه انسان ها از زشتی های اخلاقی مثلا حسادت، ریا، دروغ، ظلم، ستم، از این خصلت های منفی گریزان، متنفرن. همه انسان ها کمال طلبن، دنبال خوبی های نامحدودن. همه انسان ها حس میل به جاودانگی در نهاد هر انسانی هست. انسان ها از فنا و نیستی گریزان هستند. این موارد میشه ویژگی های فطری مشترکی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و همه انسان ها این ویژگی ها رو دارد. اما در یه سری ویژگی ها می اختلافاتی بین انسان ها، تفاوت هایی بین انسان ها هست. مثلا آداب و رسوم انسان ها در هر جایی ممکنه فرق داشته باشه. انسان ها از نظر نژادی با هم دیگه فرق دارن، از نظر زبان اختلافاتی بین اونها هست. پس در عین حالی که یه سری اختلافاتی از بعضی جنبه ها دارن، از نظر ویژگی های فطری همشون یه اشتراکاتی دارن. به خاطر این ویژگی فطری مشترک خداوند یک برنامه کلی یا همون دین رو در اختیار بشر قرار داده و این برنامه هم گفتیم اسم این برنامه اسلام هست. معنی لغت اسلام هم تسلیم بودن در برابر امر خداوند. در این دین که به نام اسلام نامیده از طرف خداوند، برنامه هاش در دو محور خلاصه میشه. یک محور اعتقادی و ایمان قلبی و یک محور عملی. محور ایمان قلبی معمولا در چهار محور اعتقاد به خدا، یگانه و دوری از شرک، یا اصطلاحا همون اعتقاد به یگانگی خدا، توحید، اعتقاد و ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دین که ما اسمشون میگیم فرستادگان الهی، همون پیامبران هستند، و امامت هم که ادامه این مبحث هست، یعنی نبوت و امامت، اعتقاد به این داشته باشند.
یکی اینکه اعتقاد به سرای آخرت یا اعتقاد به معاد و جهان آخرت یکی دیگه از اصول اعتقادیه که باید هر انسان ایمان بهش داشته باشه. یکی هم ایمان عادلانه بودن نظام هستیه که بگیم نظام هستی جهان خلقت بر مبنای عدل الهی پایه‌گذاری شده. اما اینها رو در واقع در قالب اصول دین یا اصول اعتقادی خودمون میشناسیم، اما در مرحله عمل هم دین اسلام یه سری برنامه هایی داره و یه سری انتظاراتی از مردم داره. اصول عملی دین اسلام رو میگن فروع دین. پس ما اصول دین رو داریم در مرحله اول، در مرحله ایمان، و اصول عملی یا فروع دین رو داریم که انسان ها با انجام یه سری واجبات دین و ترک محرمات یا ترک حرام های الهی عبادت و بندگی خدا رو بکنن. انسان ها دنبال فضایل اخلاقی و خوبی ها، حالا امانتداری، راستگویی، دیگه جنبه های مثبتی که جنبه ارزشی برای انسان هست رو دنبال بکنن و از زشتی های اخلاقی، رذایل اخلاقی مثل ظلم، ستم، نفاق، دورویی یا هر صفت زشتی فاصله بگیرن، دوری بکنن. و جامعه‌ای هم که دارن زندگی میکنن جامعه‌ای بر اساس عدالت و بر پایه مساوات و برقراری عدالت باشه. اما یه نکته مهم، اولش گفتم ما 124 هزار پیامبر خداوند برای هدایت بشر فرستاده در طول تاریخ که اصطلاحا میگن از آدم تا خاتم. همه پیامبران مردم رو به همین اموری که الان نام بردیم، یعنی یک دسته اصول اعتقادی ایمانی و یک دسته اصول عملی که در قالب فروع دین هست که الان نام بردیم، همه پیامبران مردم رو به این امور دعوت کردن. به همین دلیل میگیم محتوای اصلی، دقت کنید بچه ها، محتوای اصلی دعوت همه پیامبران یکسانه. محتوای اصلی یکسانه، یعنی همه پیامبران خواستن یک حرف، یک راه و یک دین رو به مردم ابلاغ بکنن، هر پیامبری در زمان خودش. اما در برخی احکام فرعی، در برخی احکام فرعی، اونم متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهایی که در هر دوره در زندگی بشر وجود داشته، یه سری تفاوت‌های پیامبران با هم دیگه داشتن. پس چی شد؟ محتوای اصلی دعوت همه پیامبران یکسان و واحده، اما در برخی مسائل جزئی و فرعی، در جزئیات احکام دینی، چی یه سری تفاوت‌های در پیامبران در تبلیغشون داشتن. مثال زده که همه پیامبران مردم خودشون رو، امت خودشون رو به نماز دعوت کردن، اما اینکه این نماز در دوره هر پیامبری به چه شکل بوده، مثلا تعداد رکعاتش چقدر بوده، کیها باید میخوندن، در جزئیات خوندن نماز تفاوت‌هایی در بین پیامبران وجود داشته. سوال مهم درس، علل فرستادن پیامبران متعدد هست. سه تا دلیل کتاب برای شما مطرح کرده که یکی اولین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، یا اصطلاحاً میگیم دلایل تجدید نبوت. تجدید یعنی تکرار کردن پیامبران. چرا خداوند این همه پیامبران یکی پشت سر هم فرستاده؟ اولین دلیل استمرار و پیوستگی دعوته. لازمه ماندگاری یک پیام، لازمه اینکه یه چیزی ماندگار باشه، همیشگی باشه، تبلیغ دائم و مستمره. یه چیز ظریف هست، ما آیات قرآن که نگاه کنیم، خداوند پیامبر رو در آیات متعدد ازش تعبیر کرده به مذکر. مذکر یعنی یادآوری کننده، تذکر دهنده. خداوند به پیامبر میگه تو وظیفت رو انجام بده و کارت اینه که هی تذکر بدی به مردم، یادآوری کنی. قرار نیست که جون خودتو فدا بکنین برای اینکه مردم راه درست رو قبول نکنن یا مردم هدایت نشن. کار تو و وظیفه تو تذکر و یادآوریه. دین‌های مختلف در طول تاریخ زندگی بشر اومده که پیامبران کارشون فقط تبلیغ بوده. ما یه پیامبران رو دو دسته داریم، یه سری پیامبران تبلیغی هست، یه سری پیامبران تشریعی.
بیشتر پیامبرانی که گفتیم 124 هزار پیامبر، تقریبا اکثریت پیامبران پیامبران تبلیغی هستند، یعنی کارشونه که آیین و تعالیم پیامبر قبل از خودشون رو تبلیغ بکنن، یادآوری بکنن تا مردم در واقع اصول اساسی اعتقادی و دین یادشون نره و این تکرار و تمرین باعث بشه که تعالیم الهی، تعالیم دین جزء سبک زندگی مردم، جزء آداب و فرهنگ و رسوم زندگی بشر بشه و دشمنان دین هم نتونن به راحتی روی مردم، روی انسان‌های یکتاپرست تأثیر منفی بذارن و اینها رو اذیت و آزار بکنن. دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، رشد تدریجی سطح فکر مردمه. روی کلمه تدریجی دقت کنید بچه ها. علت فرستادن پیامبران متعدد اینه که سطح فکر و اندیشه انسان‌ها به تدریج رشد می‌کنه، یعنی انسان هر چقدر ما به عقب برمیگردیم سطح فکر ابتدایی‌تر و مقدماتی‌تره. انسان‌ها از نظر فکری هنوز به یک مرحله خاصی نرسیدن که بتونن مطالب و احکام کامل دین رو به شکل کامل و اساسی داشته باشند. برای همینه که در هر عصر و دوره پیامبران جدید می آمدن تا همون اصول ثابت دین یا اصول اصلی دین که اعتقاد به خداست، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به جهان آخرت، روز قیامت رو هی تکرار بکنن، هی در دوره‌های مختلف با توجه به فهم و اندیشه بشر، با توجه به سطح فهم و درک انسان‌ها و متناسب با درکشون براشون بیارن و مردم رو به دین خداوند دعوت بکنن. و تکمیل این قسمت هم سخن پیامبر اکرم صلی الله هست که پیامبر فرمودن انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی ما پیامبران مأمور شدیم که با مردم به اندازه عقل و فهمشون صحبت بکنیم و در حد فهم بشر باشون صحبت بکنیم و احکاممون هم متناسب با فهم و درک بشر در اختیارشون قرار بدیم. اگر دقت بکنید این حدیث که از پیامبر نقل شده مربوط میشه به دلیل دوم فرستادن پیامبران متعدد. اما دلیل سوم فرستادن پیامبران متعدد تحریف تعلیمات پیامبر پیشین هست. تحریف یعنی تغییر دادن و دستگاهی کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه تعالیم پیامبران قبلی در دوره‌های قبل به دو دلیل مورد فراموشی قرار می گرفت یا مورد تغییر و دستکاری قرار می گرفت. یکی به خاطر اینکه سطح فکر و زندگی اجتماعی مردم پایین بود و ابتدایی بود، یکی هم به دلیل عدم توسعه کتابت. عدم توسعه کتابت یعنی اینکه ابزار نوشتاری، ابزار نوشتن، ثبت و ضبط کردن خیلی پیشرفته نبود و مقدماتی ابتدایی بود و هنوز انسان‌ها از نظر توانمندی در اون حدی نبودن که بتونن کتاب و تعالیم کتاب آسمانی خودشون رو ثبت و ضبط بکنن، نگهداری بکنن، حفظ بکنن، طوری که در دوره‌های بعد، در برای نسل‌های بعدی، برای افراد دوره‌های بعدی جامعه چیزا بدون تغییر و دستکاری باقی بمونه و در اختیار نسل‌های آینده قرار بگیره. معمولاً به شکل‌های مختلف قدرت نگهداری این احکام و آیات رو نداشتن، به همین دلیل اینو اکثراً دستکاری میشد، تغییر داده میشد و برای همین هر پیامبری باید میومد که تعالیم پیامبر قبلی رو هی دوباره تکرار بکنه، اون اصل تعالیمی که خداوند فرستاده برای هدایت بشر رو هی تکرار بکنه تا در واقع انسان‌های و دوره‌های بعدی، افراد دوره‌های بعدی بتونن با اصل تعالیم دین آشنایی داشته باشن. یه سوال دیگه مطرحه. ما الان گفتیم خداوند فقط یک دین فرستاده و محتوای اصلی دینم، علت اینکه یک دین فرستاده به خاطر اینکه فطرت مشترک دارن همه انسان‌ها و
یه سوال دیگه مطرح میشه، چرا اگر خدا یک دین فرستاده ما چرا الان دینهای متعدد داریم؟ میدونیم مثلا دین مسیح هست، دین یهود هست، دینهای مختلف دیگهی که ساخته فکر و ذهن بشر هست در دنیا خیلی رایج و متداول هست، و کامل ترین دینم که میگیم همون دینیه که خداوند فرستاد و پیامبر ما آورده به نام دین اسلام. علت این که دین الان ما دینهای متعدد داریم به خاطر همون چیزیه که ابتدای درسم تو متن آیه در تدبر بهش اشاره کردیم. علتش رو آیات قرآن میگه به خاطر وجود رهبران دینی بوده که در هر زمانی علمای دین در هر دوره‌ای دوست نداشتن که منافعشون به خطر بیفته، به هر حال یه امتیازاتی براشون وجود داشت. مثلا علمای یهود وقتی که حضرت عیسی به پیامبری مبعوث شد، حضرت عیسی رو به عنوان پیامبر به رسمیت نشناختن و برای همین سعی کردن که حضرت عیسی رو از راه به در بکنن، به خاطر اینکه می‌دیدن منافع حالا قدرت، موقعیت، شهرت، ثروت، حالا هر موقعیتی که داشتن، موقعیت اینها با اومدن پیامبران جدید به خطر می‌افتاد، اینا مجبور می‌شدن که به پیامبر جدید ایمان بیارن. برای همین با پیامبر جدید کنار نمی اومدن. همینطور علمای مسیحی، مثلا کشیشان و علمای مسیح که زمانی که پیامبر ما به عنوان آخرین پیامبر خودشو معرفی کرد و لازم بود که همه پیروان پیامبران قبلی به پیامبر جدید ایمان بیارن، علمای مسیح پیامبر ما رو هم به رسمیت نشناختن به خاطر اینکه منافع و موقعیت خودشون به خطر می‌دیدن. پس اون حس حسادت و رشک و حسدی که در بین این علما و رهبران دینی در هر دوره وجود داشته باعث شده که با پیامبر جدید مخالفت بکنن. به همین دلیل ما الان می‌بینیم در دنیا پیامبران دین‌های متعدد وجود داره، در حالی که گفتیم خداوند فقط یک دین فرستاده و اونم چی؟ دین اسلام هست. یه سری دین‌های غیر الهی هم داریم که دین‌های غیر الهی رو معمولاً بعضی از افراد حالا جوگیر می‌شدن، بعضی از شخصیت‌هایی که حالا به یک مقام، به یک قدرت فکری خاصی می‌رسیدن، در یک برهه‌ای از زمان ادعای نبوت داشتن و این ادعای نبوت باعث شده که در طول زمان دوران مختلف زندگی بشر یه سری پیروانی برای خودشون کسب بکنن و این باعث شده که در طول تاریخ پیامبران دین‌های متعدد داریم، در حالی که خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده و اونم دین اسلامه. دخترای عزیز، من کلاس تجربی رو تا سر دلایل ختم نبوت توضیح دادم، اما توضیحات درس دوی دخترای عزیز کلاس آرزو بچه‌های انسانی تا همونجا تموم میشه. پس کلاس آرزو تا دلایل ختم، کلاس الینا تا دلایل ختم نبوت و کلاس آرزو هم درس دوم ما تموم شد. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون. به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دانش‌آموزان عزیزم در پایه دهم رشته‌های انسانی، ریاضی و تجربی. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان گرامی. دختر عزیز من، ادامه درس دو و نیمی از درس سه رو من براتون تدریس می‌کنم. در درس یک، همونطور که فهمیدین و یاد گرفتین، ما در ارتباط با مفاهیم جغرافیا، واژه جغرافیا، با مکان، پدیده آشنا شدیم. همچنین علم جغرافیا، ارتباط بین جغرافیا با علوم مختلف رو یاد گرفتیم. در درس دو، ادامه درس یک ولی با عنوان روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا آشنا میشیم. دختر عزیزم، سوالات کلیدی در جغرافیا عبارتند از کجا، چه چیز، چرا، چه موقع،
چه کسانی و چطور هستند. مثلا ما براتون مثالی رو میاریم. همونطور که میدونین ما مدتی که پدیده ریزگردها و گرد و غبار رو در نواحی غرب و جنوب غرب کشور ما شاهد هستیم. من با سوال کجا شروع میکنم؟ کتاب پرسیده کجا، یعنی در واقع کجا رکن اساسی جغرافیا هست، یعنی اینکه این مکان وقوع پدیده ها سر و کار داره، یعنی این اتفاق ریزگرد ها در کجا اتفاق افتاده. سوال بعدی سوال چه چیز هست. سوال چه چیز بر ماهیت هر پدیده یا مسئله دلالت میکنه، یعنی اینکه چه چیزی اتفاق افتاده. در جواب باید بگیم وجود ریزگردهایی که بیش از حد مجاز در هوا هست. سوال بعد سوال چرا هست. دقت کنید، سوال چرا به علت وقوع هر پدیده میپردازه، در واقع اینکه چرا این پدیده ها، چرا این ریزگردها به وجود اومده. در جواب ممکنه تداوم خاکسالی ها یا نبود بارندگی وجود داشته باشه. سوال بعدی چه موقع هست. سوال چه موقع به روند زمانی موضوعات میپردازه، در واقع چه زمانی این پدیده ریزگرد زیاد میشه، شدت میگیره، که به ممکنه در فصلهای گرم سال این پدیده رو ما شاهد باشیم. سوالات کلیدی جغرافیا یکی دیگر سوال چه کسی یا چه کسانی هست. در واقع میاد روابط متقابل انسان و محیط رو مورد توجه قرار میده و همچنین سوال چطور به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ها میپردازه، در واقع اینکه علتهایی که این پدیده رو به وجود آورده چه عواملی هستن. مثلا احتمال داره انسان درخت ها رو از بین ببره، قطع بیروی درختان باشه، یا اینکه خشکی هوا، خشکسالی هوا، یا اینکه دریاچه ها از بین رفته باشن. پس این سوال چطور هست. همونطور که فهمیدیم سوالات کلیدی جغرافیا رو توضیح دادیم، سوال های کجا، سوال چه چیز، چطور، چه کسی یا چه کسانی و سوال های چه موقع بود. در صفحه 9 فعالیت 1 خبر داده شده است. من این خبر رو براتون میخونم و با توجه به سوال های کلیدی جغرافیا ما پاسخ میدیم. دقت کنید بچه ها، طوفان عصر یک شنبه 28 تیر 1394، طوفانی در منطقه کن و سلوغان در اطراف استان تهران تا الان 20 کشته به جا گذاشته. بر اثر طوفان و سیل مقداری از کوههای سمت امامزاده داوود ریزش کرده، بسیاری از درختان شکسته شده و متاسفانه این طوفان جون بسیاری از شهروندها رو گرفته و حتی دو کارگر چینی هم در بین آمار کشته شدن آن حادثه بودند. حالا ما میخوایم با توجه به سوالات کلیدی جغرافیا به اینها پاسخ بدیم. ببینید، دقت کنید، یک سوال کجا اتفاق افتاده. همونطور که من اخبار براتون خبر داده شده رو براتون خوندم، در منطقه کن و سلوان. سوال چرا، همونطور که گفتیم چرا این پدیده به وقوع پیوسته، باید در جواب بگیم بر اثر بارندگی ها. سوال بعد کی یا چه وقت. اگه به تیترش نگاه کنی در تاریخ 28 تیر 1394. سوال این چه کسانی بود. سوال چه کسانی درگیر کرده، می نویسین افراد، شهروندان و دو کارگر چینی. و سوال چطور، همونطور گفتیم سوال چطور به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده میپردازه، میتونیم بگیم بر اثر حرکت سنگ‌ها، بر اثر بارندگی‌ها و سیل بوده که این اتفاق متاسفانه به وقوع پیوسته. پس همونطور که فهمیدیم ما با سوال‌های کلیدی در جغرافیا میتونیم
به خیلی از مسائل داده شده پاسخ بدیم. اما مراحل پژوهش در جغرافیا عبارتند از 5 مرحله هست، 5 گام. این مراحل رو بچه باید به ترتیب شما یاد بگیرید. 1. طرح سوال یا بیان مسئله. 2. تدوین فرضیه. 3. جمع‌آوری اطلاعات. 4. پردازش اطلاعات. و گام آخر و گام پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات است. گام اول، طرح سوال یا بیان مسئله. بچه ها، کسی که محقق هست یا پژوهشگر هست، برای اینکه شناخت و آگاهی بیشتر از مسئله‌ای که تو ذهنش به وجود اومده، باید این مسئله رو به شکل واضح و آشکار و روشن بیان بکنه. صورت مسئله رو باید به شکل سوالی بنویسه تو ذهن خودش و از عبارات خبری یا جملات کلی یا نامعلوم جلوگیری کنه. مثلا شما فرض کنید ما می‌خوایم عوامل مؤثر در افزایش شهر کرج در دهه‌های اخیر رو ببینیم علت چی هست. گام دوم، تدوین فرضیه است. بچه‌ها، فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش هست. به این معنا که فرضیه‌ها در هر پژوهش نقش راهنما رو دارن و به فعالیت‌هایی که قرار هست انجام بشن جهت میدن. اگه در تعریف فرضیه عبارت هست از پاسخ پیشنهادی و حدس اندیشمندانه محقق به سوالی که میخواد پاسخش رو پیدا کنه. در فرضیه‌های پژوهشگر همیشه میزان دانش، تجربیاتش و سوابق پژوهشیش در دسترسش قرار میگیره و بستگی داره. مثلا شما فرض کنین همونطور که ما گفتیم افزایش شهر کرج، افزایش جمعیتش احتمال داره به نظر میرسه به خاطر زمینه‌های مناسب اشتغال باشه یا به علت وجود خدمات آموزشی، درمانی، تفریحی عامل افزایش شهر کرج باشه. گام سوم، جمع‌آوری اطلاعات هست. گام سوم، قدم سوم، جمع‌آوری اطلاعات هست. دختر عزیزم، جغرافیدان برای اطلاعات و مطالعه پاسخگویی به سوالات خودش نیاز به اطلاعات داره. اطلاعات رو دو یک محقق یا یک پژوهشگر از دو روش به دست میاره. یک روش کتابخانه‌ای هست، دقت کنید، روش کتابخانه‌ای، دو روش میدانی. در روش کتابخانه‌ای، دومین روش در تمام پژوهش‌های علمی همونطور که می‌دونیم مورد استفاده قرار می‌گیره و پژوهشگر تلاش می‌کنه که در مکانی به عنوان کتابخانه بسیاری از پژوهش‌های خودش رو از کتاب‌های مختلف، از بسیاری از منابع مختلف به دست بیاره. و شما ما در نظر بگیرید پژوهشگر مثلا به یک سالنامه آماری مراجعه می‌کنه مال یک دهه، اون تغییرات جمعیتی که شهر کرج تو این یک دهه بود و مورد مطالعه قرار میده. بعد میتونه با استفاده از عکس‌های هوایی، عکس‌های ماهواره‌ای و رشد فیزیکی شهر کرج رو در یک دهه مورد بررسی قرار بده. شما میدونید که در این منابع گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای ممکنه سالنامه باشه، این ابزارها ممکنه عکس هوایی یا عکس ماهواره‌ای هم یکی از ابزارهای مهم استفاده جغرافیدان در روش کتابخانه‌ای باشه. اما روش دوم، بچه‌ها، روش میدانی هست. در روش میدانی پژوهشگر یا کسی که محقق هست باید برای اینکه اطلاعات خودش رو جمع کنه، گردآوری کنه، مجبوره به مکان مورد تحقیق بره و با مراجعه به افراد یا اون منطقه، دقیقاً اون محیط، یک ارتباط مستقیم برقرار بکنه. بچه عزیز، این ابزارهای گردآوری روش میدانی ممکنه پرسشنامه باشه یا مصاحبه باشه
یا اینکه مشاهده باشه. دوباره میگم ابزارهایی که گردآوری میکنه روش میدانی رو ممکنه پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه باشه. در واقع پژوهشگر باید ابزار سنجش و اطلاعات خودش رو به مکان مورد نظر ببره. این روش روش میدانی هست. مثلا پژوهشگر با تعدادی از ساکنان محله‌های قدیمی کرج میره، مصاحبه میکنه و ضمن توجه به تغییرات جمعیتی بچه‌ها به بررسی‌های علت پنهان تغییرات هم میپردازه. این روش سوم بود. روش بعدی یا روش چهارم پردازش اطلاعات است. پردازش اطلاعات یعنی بعد از اینکه ما جمع‌آوری کردیم، استخراج کردیم و اطلاعات خودمون رو طبقه بندی کردیم، الان باید بیام تو این منطقه، تو این مرحله اطلاعاتی که ضرورتی نداره حذفش بکنیم. در واقع حذف اطلاعات غیر ضروری و حفظ اطلاعاتی که مرتبط با کار ما یا پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات هست آغاز بشه. مثلا بازم در ارتباط با همین شهر کرج، ما میخواییم درصد تغییرات جمعیتی و درصد شاغلین رو با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اما گام آخر یا گام پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات است. در مرحله آخر پژوهشگر با توجه به نتایجی که حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعاتش بوده پاسخ مسئله رو پیدا میکنه و همچنین ضمن ارائه این که باید یک دلایل علمی بیاره و منطقی به تایید یا رد فرضی یا فرضیه های خودش میپردازه. در صورتی که بچه ها فرضیه یا فرضیه هایی که پژوهشگر آورده ولی رد شده یا مورد قبول قرار نگرفته، در این مرحله پژوهشگر نباید درسرد بشه و پژوهش های خودش رو نباید بکنه که این پژوهش هاش بیهوده است، به خاطر اینکه این پژوهش ها به افرادی که با این سوال مواجه شدن پاسخ میده و از طرح دوباره اونها جلوگیری میکنه. امیدوارم که روش های مطالعه و تحقیق بسیار راحت بودن در یک جمع‌آوری اطلاعات و مراحل پژوهش رو کاملا متوجه شده باشید. پس ما در درس دو به روش های مطالعه و پژوهش در جغرافیا اشاره کردیم و همینطور مفاهیم کلیدی که عبارت بودند از چرا، چه موقع، چه کسانی، چطور و کجا و چه چیز آشنا شدیم. یادتون بمونه بچه‌ها سوال کجا همیشه رکن اساسی جغرافیا است، یعنی مکان وقوع پدیده‌ها سر و کار داره. این چیزی بود از تدریس درس دو که من قبلا در ویدیو کنفرانس هم تدریس کرده بودم. حالا به خاطر اینکه پایین بودن صدا یا به خاطر تصویر یا به خاطر مشکل سیستم، من دوباره درس دو رو براتون دخترای عزیز در آپارات یا و در ویدیو کنفرانس تدریس کردم. اما درس سه همونطور که شما از آپارات هم دنبال میکنین، من درس سه رو که موقعیت جغرافیایی ایران بود، موقعیت ریاضی و مطلق نسبی رو توضیح دادیم. ادامه دو صفحه مونده که من اینجا براتون توضیح میدم. اما احتمال داره حالا بعضی از دخترای عزیز درس سه رو دنبال نکرده باشن، من باز هم یک گذرا درس سه موقعیت ریاضی و مطلق و موقعیت نسبی هم توضیح میدم. بچه های عزیز، درس سه درس بسیار راحتی و کوتاهی در ارتباط با موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمون ایران هست. موقعیت جغرافیایی هر کشور بچه ها از دو نظر قابل مطالعه هست، یکی موقعیت ریاضی و دو موقعیت نسبی. به محلی دقیق هر پدیده یا مکان
به محل دقیق هر پدیده یا مکان با توجه به طول و عرض جغرافیایی موقعیت مطلق یا ریاضی اون مکان گفته میشه. شما دقت بکنید در صفحه 14 پایین نقشه موقعیت جغرافیایی ایران هست. خب اگه نگاه کنید با توجه به طول و عرض جغرافیایی ایران در 25 تا 40 درجه منطقه معتدل نیمکره شمالی قرار گرفته و همینطور در 44 تا 63 درجه طول شرقی قرار گرفته. همونطور که دقت کنید به این محل دقیق هر پدیده ها ما متوجه میشیم که ایران به خاطر اینکه کشور گسترده‌ای هست دارای تنوع آب و هوا بوده و این تنوع آب و هوا در تنوع محصولات کشاورزی، تولیدات کشاورزی، محیط زیست و در نهایت پیشرفت کشور منجر شده. اما در ارتباط با موقعیت نسبی بچه ها پس بکنیم از شما خواستن شما نسبت قرارگیری که در کلاس نشستین در کدوم زاویه و جهت نشستین، آیا نزدیک میز معلم هستین، نزدیک به تخته کلاس یا اینکه در ورودی یا پنجره ها، یعنی موقعیت قرارگیری شما در کلاس به چه صورتی است. خب وقتی که دوستتون یا یکی از شما در ردیف اول هست نسبت به خانمی که در ردیف دوم و سوم نشسته مسلماً موقعیت نسبیش فرق میکنه. در واقع مکان نشستن شما تو کلاس نسبت به سایر پدیده‌های کلاس موقعیت نسبی شما بچه‌ها در کلاس هست. حالا اگه بخوایم موقعیت نسبی رو تعریف بکنیم باید در جواب بگیم به محل قرارگیری هر مکان نسبت به دقیقای نسبت حتما باید بیارین. شما دارین ارتباط با موقعیت نسبی توضیح میدیم. نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خودش موقعیت نسبی و مکان نامیده میشه. همه پدیده ها بچه ها موقعیت نسبی دارن. منظور از موقعیت نسبی یک کشور یعنی محل قرارگیری اون کشور نسبت به سایر کشورهای همسایه، دریاها، تنگه ها، کانال ها، خلیج ها و منابع اقتصادی هست. اگر شما در نقشه نگاه کنید و به نقشه ایران دقت بکنید کشور ایران موقعیت نسبیش هم از شمال به دریای خزر راه داره و هم از نظر از سمت جنوب به خلیج فارس و دریای عمان منتهی میشه. پس در واقع نسبت به دریاها اگر ایران رو در نظر بگیریم موقعیت بسیار ممتازی داره. اما در ارتباط با موقعیت نسبی ایران بچه های عزیز، ایران به علت قرار گرفتن در نزدیکی و مجاورت خلیج فارس، دریای عمان و تنگی هرمز و همچنین دریای خزر گفتیم موقعیتش خیلی ممتازه. اهمیت خلیج فارس به دلایل زیر اهمیت داره. خلیج فارس پس به دلایل زیر دارای اهمیت هست. یکی که همونطور که میدونیم بچه ها بزرگترین منبع انرژی جهان رو داراست، یعنی ذخایری بسیار با ارزشی هست، دارای 66% ذخایر نفت جهان و 28% ذخایر گاز طبیعی رو در خودش جا داده. ارزش دیگر خلیج فارس، اهمیت دیگه خلیج فارس به خاطر بچه ها نقش ارتباطیشه، یعنی بین سه قاره آفریقا، اروپا و آسیا قرار گرفته. در واقع به عنوان حلقه‌ای از زنجیره حمل و نقل کالا و نفت اهمیت خودش رو حفظ کرده. دلیل سوم این که خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای داره بچه ها درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام هست که این منطقه رو به عنوان یکی از کانونهای ثروتمند دنیا درآورده و این بازار مصرف بزرگ همیشه مورد کانون و توجه کالاهای صنعتی و غیر صنعتی هست. و دلیل دیگر به خاطر اینکه منطقه
ارزش فرهنگی و سیاسی داره، چون خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی در جهان اسلام قرار داره. پس این دلایل اهمیت خلیج فارس بوده. اما در ارتباط با اینکه ایران از کشورهای مهم در منطقه خلیج فارس است و عوامل طبیعی و انسانی شرایط خیلی خوب، خاص و ویژه‌ای رو برای کشور ما پدید آورده. اما در ارتباط با تنگه هرمز، خودتونم بهتر میدونین تنگه هرمز آبراهه هلالی شکلی هست که آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان رو به خلیج فارس متصل میکنه و این تنگه به خاطر اینکه دروازه خروجی نفت خلیج فارس هست، یکی از مهمترین آبراهه های راهبردی و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان هست. اما در ارتباط با دریای عمان، دریای عمان بچه ها به خاطر اینکه به نزدیکی با آبهای آزاد اقیانوس هند و قابلیت های دفاعی مناسب داره، از نظر اقتصادی و نظامی داره اهمیت فوق‌العاده زیادی هست و دریای خزر هم بزرگترین پهنه آبی هست که محصور در خشکیه، با دارا بودن منابع نفت و گاز بسیار، به طوری که منابع نفت و گاز بسیاری داره و همچنین 90% خاویار جهان رو تولید میکنه و دسترسی به بازار مصرف 300 میلیونی در کشور آسیای میانی از موقعیت بسیار بالایی برخوردار هست. امیدوارم که تا الان خسته نشدیم و ادامه درس رو با هم دیگه و با کمک هم با همکاری هم دنبال میکنیم. پس ما اومدیم در ارتباط با درس 3 موقعیت جغرافی ایران صحبت کردیم دکتر عزیز، در ارتباط با موقعیت ریاضی یا مطلق، موقعیت نسبی یعنی محل قرارگیری هر مکان نسبت به پدیده‌های طبیعی و انسانی اطراف خودش، و موقعیت نسبی کشور عزیزمون ایران، همچنین دلایل اهمیت خلیج فارس، و اشاره کردیم به تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر. اما بچه عزیز، در ارتباط با مرزهای سیاسی، مرز چیست؟ اصلا مرز چی هست؟ در تعریف مرز باید بگیم مهمترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه رو مرز می نامیم. یعنی در واقع نشون میده که یک سرزمین یک کشور تا کجا امتداد داره. خب مرز مشترک سیاسی کشورمون حدود، ایران همطور که بدونیم کشور تقریبا وسیعی هست، حدود 8755 کیلومتر ما مرز مشترک سیاسی داریم و با 15 کشور مرز خشکی یا آبی داریم. ایران طولانی‌ترین مرزش رو با کشور عراق داره و کوتاه‌ترین مرز رو با ارمنستان داره. همچنین در ارتباط با خیلی از کشورها که به علت مجاورت با دریا و دریاچه‌ها امکان دسترسی به خطوط دریایی دارن و کشور ما ایران هم از جمله کشورهایی هست که از طریق راه‌های آبی با کشورهای جهان در ارتباطه. بچه‌های عزیز، راه‌های آبی این امکان رو به ما میده که روابط بازرگانی بیشتری رو با کشورها فراهم بکنیم. همچنین دسترسی به آب‌های آزاد برای هر کشوری بچه‌ها، علاوه بر امکانی که ارتباط با سایر مناطق جهان هست، دستیابی به منابع غذا، منابع معدنی و سوخت‌های فسیلی رو هم برای ما فراهم می‌کنه، مثل جابجایی کالا در اسکله شهید رجایی و فعالیت‌های دریانوردی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان. دختر عزیز من، امیدوارم که از درس 3 موقعیت جغرافیای ایران نهایت استفاده رو برده باشین.
من سوالات مهم رو در گروه در اپشات قرار میدم. درس رو خوب به دقت بخونید، سوالها رو انتقال به کتاب بدین، وارد کتاب بکنید. سوالهایی که ما در گروه میذاریم سوالهای چکیده و مهم کتاب هست. شما اول کتاب رو خوب مطالعه بکنید و بعد سوالها رو وارد کتاب بکنید. امیدوارم که از درس ها نهایت استفاده رو برده باشید.